بسم الله الرحمن الرحیم. معاصران گرامی، میرسیم به قسمت دوم جلسه چهارم درسی که در این قسمت من شما با هم بحث جنون را به بررسی میگیریم که جنون چی است و چی بحثهای در علم جرم شناسی خواهد داشت. آیا محض جنون مسبب ارتکاب اعمال جرمی خواهد گردید یا خیر؟ روی موارد با هم یک سلسله حرف بحثهای را خواهیم داشت و با هم میپردازیم به ادامه موضوع. در مورد موضوع جنون، معاصران گرامی، چینایی ها، مصری ها و یونانی ها و سایر افراد بشری در قدیم الایام اعتقاد داشتند که بیماری های روانی و علل خصوص جنون رابطه مستقیم با شیاطین، ارواح خبیثه و حلول ارواح نامقدس در وجود افراد بشر می باشد. ایشان اعتقاد داشتند که هنگامی که ارواح خبیثه و شیاطین و جنها وارد بدن شخص می گردد، اینجاست که گفته می توانیم آنها به بیماری های روانی و علل خصوص جنون گرفتار می شوند. ایشان اعتقاد داشتن و به این بحث بودن که باید به خاطر از این که تا توانسته باشیم با این امراض مبارزه کرده باشیم. ایشان یک سلسله بحث های نهایت توحش یا نهایت شکنجه های وخیم و شدید را پیشنهاد می کردن و اعتقاد داشتن که بلاخره این شکنجه ها ما خواهیم توانست این افراد را از این حالت نجات بدیم. اما نظریات طبی از گذشته ها مانند نظریات بقراط، نظریات افلاطون، اینها اعتقادشان به این بود که این همه خرافات و عقیده های خرافی را باید کنار گذاشت و با عوامل مبارزه نمود که مسبب این اعمال می گردد، مسبب این حالت می گردد. معاصران گرامی، بقراط فیلسوف بزرگ یونانی اعتقاد داشت که این همه امراض در اثر اختلالات مغزی ایجاد می شود و باید بل اثر بحث های طبی یا توسط باورهای ارزشمند در علم طب این موارد را مداوا و تداوی نمود. چنانچه دانشمند یونانی اسکلپید اعتقاد دارد که این بیماری ها ناشی از ضعف عمل کرده مغزی و دستگاه عصبی می باشد. بنابراین گفته می دانیم که در مورد جنون یک سلسله نظریات خرافاتی از گذشته ها وجود داشتند. اما در مورد نظریات معاصره که در اینجا مطرح می شود، سزار لامبردو دانشمند شهیر در عرصه علم جرم شناسی ایتالیایی بیان می کند که انسان ها با مقتضای وضع روان و اعصاب خود گاهی به طرف جنون کشانیده می شوند. یعنی نبوغ یا به عبارت ساده تر گفته میتونیم که نوع جنون در انسان ها وجود دارد که گاهی آنها را به خوشبختی میکشاند و گاهی آنها را به طرف بیمارستان روانه مینماید. چنان سزار لامبردو اعتقاد داشت که بیماری های روانی باید تحت مداوا و تداوی قرار بگیرد و توسط دکتران طب معالجه گردد تا بدین سبب از بروز حالت خطرناک در چنین افراد جلوگیری صورت میگیرد. با جلوگیری شدن از بروز حالت خطرناک، اینجاست که دیگر ما از ارتکاب جرائم در جامعه جلوگیری کرده خواهیم توانست. مورول دانشمند دیگر بلژیمی است که در مورد جنون یک سلسله نظریات متفاوت ارائه میکند. ایشان اعتقاد دارد که بیماری های روانی و علل خصوص جنون را گفته میتونه به یک سلسله عملکردهای خطاب میشود که اکثریت افراد بشری در آوان جوانی یا در مرحله جوانی با آن مواجه می شود. اما این نظریه یک نظریه کاملا افراطی و مردود می باشد. خب معاصران گرامی، می پردازیم به این که ما جنون را چگونه تعریف کنیم. یه تعریف ما برای جنون از منظر علم طب خواهیم داشت و یه تعریف از منظر علم جرم شناسی خواهیم داشت. معاصران گرامی، جنون را از منظر علم طب یا باورهای طبی تعریف میکنند که عبارت از مجموعی از اختلالات روانی و آسیب‌های صدمه دیده بر مغز و دستگاه عصب انسان میباشد که در نتیجه آن روان و عملکرد افراد متاثر گردیده، یا تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه آن فرد میان خوب و بد تفکیک و تشخیص کرده نمیتواند. عدم تفکیک و تشخیص میان خوب و بد مسبب خواهد گردید تا فرد با امراض گسترده مواجه شود. مواجه شدن با این امراض گسترده مسبب خواهد گردید تا فرد
با حالت خطرناک مواجه گردیده و از فرد عادی متفاوت بوده باشد. بنابراین گفته میتانیم که اما از منظر علم جرم شناسی، معسلان گرامی گفته میتانیم که جنون عبارت از نوعی از اختلال در روان و اراده انسان ها می باشد. نوع اختلال در روان و اراده انسان ها که بل اثر آن تفکیک در اعمال را به صورت احسن و اساسی کرده نمی تواند و مسبب ارتکاب اعمال جرمی می شود و یا با آسانی تحت ارتکاب اعمال جرمی قرار خواهد گرفت. خب معسلان گرامی، وقت من شما با هم اینجا تعریف ها را ارائه کردیم. پس گفته می دانیم که بشریت با انواعی از پریشانی و آشفتگی ها مواجه خواهد گردید در طول زندگیش و یا در حیات زندگانی خود. بنابراین گفته می دانیم که در حقیقت جنون عبارت از آن حالت می باشد که قدرت تمرکز میان نیک و بد، سود و زیان، گفتار و کردار خوب و مناسب را از دست می دهد و روابط را نسبت به محیط و فساد می کشاند. اینجاست که یک سلسله عواملی از فرد رخ می دهد که در نتیجه آن مسبب ارتکاب اعمال جرمی می گردد. بنابراین معسلان گرامی اختلالات جنونی را به نام سایکوس همچنان یاد می نماید که عدم موازنه شخصیت شدید، انحراف و فقدان تماس بیمار با حقیقت بسیار آشکار می باشد. بیمار قادر نیست که در این مدت اطرافیان خویش را به صورت درست مورد شناسایی قرار بدهد، ارتباط مناسب با محیط داشته باشد و با آن توافق حاصل نماید. اینجاست که گفته میتانیم به صورت تدریجی فرد مصاب در ادوار مختلف گاهگاه با اعمال متفاوت مواجه میشود که این نوع امراض و عبارت ساده‌تر از منظر باورهای جرم شناسی تحت عنوان جنون شناخته میشود. من شما در بحث جنون گفته می‌دانیم که اختلالات عقلانی است که در نتیجه آن اراده یک فرد شدیداً متضرر گردیده و در با متضرر شدن اراده اینجاست که دیگر تفکیکی میان خوب و بد صورت گرفته نمی‌تواند. در مورد جنون گفته می‌دانیم که علمای علم جرمشناسی به صورت احسن و اساسی باور دارند که افراد مصاب به امراض اختلالات روانی و علل خصوص جنون می توانند تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن و یا بل اثر آن اختلالاتی که در وجود آنها می باشد از تفکیک مناسب میان خوب و بد کردن نمی تواند. عدم این تفکیک مناسب مسبب خواهد گردید که تا در نتیجه آن فرد مرتکب اعمال جرمی گردد. بنابراین گفته می دانیم که در مورد میزان هوش یا درجه هوش در ابتدا در جنون گفته می دانیم که میزان هوش مسبب را تثبیت شده در مرحله جنون در میان 10 تا 30 می باشد که یعنی کمتر از سنین حتی درجه میزان عقلانی هوش اطفال میان 2 تا 3 سال می باشد. بنابراین در اینجاست که با یک سلسله بیماری ها مواجه می شود و عملکرد های نامناسب را. اما در اینجا یک سلسله عوامل را مطرح می نماید تحت این عنوان که بیشتر جنون در مردان بیشتر می باشد نسبت به زنان در سالهای اول بلوغ و بیشتر است نسبت به اینکه در سالهای اخیر زندگی بروز نماید. اما یک سلسله عوامل دیگر را هم در بحث ایجاد جنون مؤثر می‌پندارند که از آن جمله ارتباط، شغل، اختلالات نژادی، اوهام یا رعب یا ترس، هذیان و اشتباهات حسی می باشد. از یکی در علمای علم جرمشناسی اعتقاد دارند که افراد متأهل کمتر از افراد مجرد و کسانی که از همسر خود جدا شده باشند و جنون مبتلا می شوند. و برای اثبات این ادعا اونا با یک سلسله ارقام و تحقیقات میدانی را در شفاخانه ها و محلات زیست اینها انجام دادن که افراد بیمار متأهل در منازل خود تحت مراقبت قرار گرفتن و بر علاوه قابلیت تحمل فشار در افرادی که دارای همسر می باشند از همسر سازگار می باشند بیشتر از افراد مجرد است که احساس تنهایی و ناامیدی می نمایند. در این مورد به صورت اساسی تحقیقی که توسط
دانش توسط دانشگاه کمبریج در بریتانیا صورت توسط دانشگاه کمبریج در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. این دانشگاه در نتیجه تحقیقات خود بیان نموده است که بیشترین افرادی که مصاب به امراض جنون و اختلالات روانی می‌گردند و علل خصوص بیماری‌های را تحت عنوان علل خصوص بیماری‌های مانند حالت افسردگی، شدت افسردگی، اختلال در سیستم عصبی و غیره در نتیجه اختلالات خانوادگی مطرح می شود. هرگاه در خانواده ها سازگاری نامناسب، سازگاری مناسب وجود نداشته باشد، اینجاست که دیگر به یک بحران خیلی عمیق و گسترده مبدل می شود. بنابراین باز هم فرموده های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را برایتان بازگو و بیان می کنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید بهترین شما کسی است که با خانواده خود اخلاق خوب و نیکو داشته باشد و من می گوید که بهترین شما هستم چرا با خانواده خود برخورد خوب و نیک دارم. اما در این مورد باید گفت که برخورد نیک و خوب در خانواده ها متأثر و عمل کرد از دو طرف و دو جناح بوده می تواند. نه اینکه یک طرف همواره برخورد نیک خوب داشته باشد و طرف دیگر آن را با حدیان و با موارد خلاف اخلاق و ادب برای آن پاسخ مناسب را ارائه بکنند. چنان از منظر تحقیقاتی که توسط این دانشگاه صورت گرفته و صورت اساسی بازگو و بیان می شود که اختلافات خانوادگی عامل اساسی در ایجاد انحرافات عصبی می داشته باشد. بحث دیگر را شغل را تعریف می کنم که ابتلا به جنون در کلیه مشاغل دیده می شود. بعضی افراد اعتقاد دارن یا بیان می دارن که کسانی که بیشتر با بحث‌های علمی سر و کار بیشتر دارن از اونها بیشتر ممکن است مبتلا به این امراض و به این حالت گردند. چرا تأثیر آنها و یا به عبارت ساده‌تر گفته می دانیم که اونها بیشتر در این در صدد این حالت قرار خواهند گرفت و به عبارت ساده‌تر مبتلا به جنون خواهد گردید. بحث دیگر زندگی را مطرح می کنند. زندگی شهری و روستایی را مطرح می کنند. و بحث دیگر هم اختلافات نژادی و شرایط اجتماعی و فرهنگی را مطرح می کنند. گروهی دیگر اعتقادشان این است که در مورد اختلالات و شرایط اجتماعی فرهنگی یکی بحث اوهام و عقاید نادرست بیهوده و دفاع از آنها، بحث تقصیر و گناه و همواره ملامت نمودن خود. بعض افراد دیگر مانند این که اعتقاد دارند که بحث ترس بیشتر، رعب بیشتر و یا همچنان بحث تحت عنوان این که اوهام و یا هم هذیان ها و یا به عبارت ساده تر گفته می کنیم اشتباهات حسی، همه از اینها و نحوه از آنها مسبب خواهد گردید که فرد با نوعی از اختلالات مواجه شود، با نوعی از اختلال مواجه شود. در مورد هذیان و اشتباهات حسی بسی باید گفت که در مورد هذیان و اشتباهات حسی گفته می توانیم که گاهی بیمار و یا همچنان بعضی از حوادث عجیب و گوناگون را ما محرک های مسبب می گردد که در نتیجه آن مسبب ها و حالات مسبب می گردد که در نتیجه آن فرد نتواند با حالت آسوده و بدون این همه عوامل و زندگی خود ادامه بدهد. گاهی بیمار با موارد دیگر مواجه می شود، مثلا صداهای ممکن است و یا هم موارد از طریق تهدیدهای تلفنی و یا هم بیشتر هذیان‌هایی که وابسته به باورهای اوهام و خرافات می باشد سبب خواهد گردید که فرد به نحوی از آنها متأثر از این حالات گردد. خب معسلان گرامی، حالا می پردازیم به این بحث که در اینجا و این بحث اساسی که آیا جنون نقش اساسی را در ارتکاب اعمال جرمی خواهد داشت یا خیر. از منظر بحث‌هایی که در حقوق و قانون‌گذاری وجود دارد، معمولاً افرادی که مبتلا به جنون هستند، مسئولیت جزایی بر عهده می‌باشند.
هرگاه هر عمل جرمی را انجام داده باشند، آنها از مسئولیت جزایی برای عذر هستند، ولی مسئولیت مدنی متوجه وارثین آنها می‌گردد. هرگاه در نتیجه اعمال جرمی افراد مصاب و جنون یک سلسله خسارات مدنی ایجاد کردند، وارثین آن ملزم مکلف است که باید آنها را بپردازد. اما از منظر علم جرم شناسی جنون مرحله نهایت خطرناک است. که افراد با آسانی تحت ارتکاب اعمال جرمی قرار خواهد گرفت. چرا ارادی سالم و عقل کامل را دارا نمی باشد. پس انگامی که ارادی سالم و عقل کامل را دارا نبوده باشند، اینها نمی توانند تفکیک درست داشته باشند. علمای علم جرم شناسی تاکید بیشتر دارند، پیشنهاد میکنند برای حکومت ها و برای ادارات کارفرمایی که باید با توجه به میزان هوش، ذکاوت، عوامل و احساسات، باورهای افراد باید یک سلسله سهولت ها را برای آنها داشته باشند. شدت کار و همچنان گفته میتونیم که یک سلسله توهمات، تشویش های روحی و روانی مسبب خواهد شد تا فرد را به جنون مبتلا و مصاب نماید. و این جهت است که علمای علم جرم شناسی پیشنهاد میکنند که برای از این که توانسته باشیم میزان ارتکاب جرائم را در جامعه از آدرس این افراد کاهش داده باشیم، این افراد را باید تحت مداوا و معالجه قرار داده و به صورت مداوم در محلات نگهداری گردد و حتی به صورت تا به حالت عادی اگر ممکن باشد برگردند. این است محصلان گرامی بحث جنون. حالا می رسیم محصلان گرامی و بحث دیگر تحت عنوان این که عوامل فردی ارادی جرم چی می باشد، یا به عبارت ساده تر عوامل فردی ارادی جرمی کدام ها می باشد. عواملی که منحصر به ارادی یک فرد و خواسته آن فرد می باشد، این عوامل کدام ها خواهد بود؟ بحث اول عبارت از استعمال مشروبات الکلی می باشد. مثلان گرامی گفته می تانیم که بشریت برای از این که توانسته باشند به نحوی از آنها به صورت ساده و آسانی از انواع لذت هایی که موجود در دنیا مستفید شده باشند، دست به هر کار و هر گامی خواهند زد که نتیجه اینها را گفته می تانیم منجر به ایجاد یک سلسله حالات نهایت وخیم و خطرناک می شود که از آن جمله هم استعمال مشروبات الکلی می باشد. مشروبات الکلی در زندگی بشریت تاریخ بسیار کهنه داشتند و در طی قرون متمادی نه تنها نوشابه های الکلی بوده، بلکه انسان های 5000 سال قبل هم گفته می تانیم در مصر و در افسانه هایی که در یونان باستان تعریف می شود از آنها از بعضی استفاده از مشروبات الکلی را داشتند. داستان های کهن بشری نمونه های گوناگونی آن را مطرح می نماید. از منظر دین مقدس اسلام، محصلان گرامی، خداوند متعال جل جلاله در سوره مائده آیه 90 و 91 به صورت اساسی بیان می نماید که ای اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای اهل ایمان، هر آینه شراب، قمار، بت‌پرستی و رمالی یا تیراندازی که رسم رواج دوره جاهلیت است از اعمال شیطانی، از آنها دوری کنید تا به رستگاری برسید. معنای بس چی است مثلان گرامی؟ معنای بس به صورت اساسی که همانا منع می کند خداوند متعال جل جلاله از نوشیدن مشروبات الکلی. در گذشته ها در ایام جاهلیت استفاده از مشروبات الکلی بسیار به صورت اساسی رایج بوده میان جوامع بشری و انسان ها. اینجا بود که مثلان گرامی آنها به صورت اساسی استفاده میکردن، اما با ظهور دین مقدس اسلام در 3 مرحله استفاده از مشروبات الکلی مورد ممنوعیت قرار گرفت. مرحله اول که خداوند متعال جل جلاله در سوره بقره بیان میکند که کسانی که هر آینه شما بدانید که استعمال مواد نشاور خط ضرر یا به مراتب بیشتر از مفاد آن میباشد،
و در جای دیگر خداوند متعال در قرآن کریم بیان میکند که ای اهل ایمان، هنگامی که شما از این مواد استفاده کردین، شما به نماز نزدیک نشوید. و در بار آخری خداوند متعال جل جلاله در سوره مائده آیت 90 و 91 بیان میکند که استعمال این مشروبات را منع قرار داده و به صورت اساسی ممنوع می نماید. بنابراین اینجاست که مثلان گرامی گفته میتونیم که از منظر باورهای شریعت اسلامی پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت اساسی منع نموده استفاده از مشروبات الکلی در حقیقت مادر تمام خبائث بوده است که باعث می گردد که دیگر عقل انسان از دست برود. خداوند متعال جل جلاله به صورت اساسی این موارد را منع نموده و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیان می نمود هر آن چیزی که نشاور است من است و حرام می باشد. اما مشروبات الکلی امروزه ثابت کردیده است که تاثیرات خیلی سوی را بر بالای اعضای بدن انسان ها و جا می گذارد که مسبب می شود تدریجا جذب خون. مشروبات الکلی بعد از مصرف تدریجا که جذب خون می شود بالاخره منتقل می گردد به دستگاه عصبی و مغز انسان ها و سبب کندی اعمال و درک سیستم عصبی می گردد. الکل گفته می تانیم قدرت فهم، درجه دقت و ادراک انسان ها را به ضعف مواجه می نماید و اختلالات عاطفی فرد را از بین می برد. بنابراین گفته می تانیم که شخصیت، قدرت بدنی و بالاخره یک سلسله موارد را در وجود انسان ها ایجاد می نماید که بالاخره میان خوب و بد را تفکیک کرده نمی تواند. مصرف مشروبات الکلی به بیماری های جگر، قلبی و عروق و بالاخره بقیه موارد را در بر دارد که سبب تضعیف وجود انسان و بالاخره مسبب از بین رفتن فرد خواهد گردید. و این جهت است که شریعت مقدس اسلام استعمال مشروبات الکلی را ممنوع قرار دارد. خب معسلان گرامی، حالا یه سلسله بحث های وجود دارد که چرا افراد رو میارن و مشروبات الکلی یا علل اعتیاد و مشروبات الکلی چی بوده میتونه؟ مثلا گرامی، چرا افراد در زندگی یا به عبارت ساده تر انسان ها رو میارن و استعمال مشروبات الکلی؟ سه هدف اساسی در اینجا نهفته میباشد. هدف اول محرک های شخصی میباشد، هدف دوم سنن فرهنگی میباشد مثلا گرامی، و سوم آداب و رسوم و آداب و احوال اجتماعی می باشد. در مورد محرک های شخصی مؤسسان گرامی گفته می تانیم که معمولا در جوامع غیر اسلامی یک سلسله ناراحتی های پنهانی در شخصیت انسان ها وجود دارد که عده اشخاص در موقع خطر و برای فراموش کردن این همه ناراحتی ها و رفع تشویش های خیش و خلاصی از فشار درونی بلکل پناه میبرند. معمولا این افراد را گفته میتونیم که سست اراده و تلقین پذیر و تحت تاثیر دیگران به سرعت معتاد بلکل میگردند که چنان تعداد افراد مجرد کسانی که از خانواده هایشان هم پوشیده باشند بیشتر در این دسته از افراد قرار میگیرند. دوم اشخاصی که زندگی مستقل نداشته باشند، همیشه متکی به دیگران بوده باشند یا والدین مستبد و یا هم معتاد به مواد مخدر و بیره هم داشته باشند، یه سلسله عوامل خارجی عدم مواظبت بالاخره همه از این موارد که به فرهنگ بد نامطلوب تعریف می شود و یا همچنان انجام کار طاقت فرسا و خسته کننده، همه از اینها مسبب می شود تا این افراد از ارادی آزاد شان سلب گردیدن و معتاد به مواد الکلی گردن. همچنان مثلان گرامی بحث سوم رسوم آداب و رسوم و اوضاع و احوال اجتماعی است که این اوضاع و احوال اجتماعی را گفته میتونیم که معمولا یک سلسله عواملی است که مانند بیبندوباری ها،
مانند عدم مواظبت درست، مانند بحث تحت عنوان از این که داشتن اعتقاد به این که ما به وسیله این عوامل خواهیم توانست به مدارج از فلاح رستگاری میرسیم و بالاخره بحث از این که عدم آموزش مناسب و عدم آگاهی از عواقب وخیمیان منجر به اعتیاد به مواد الکلی می شود. چنانچه در کشور فرانسه گفته می دانیم که در این راستا همچنان در کشور فرانسه در سال 1868 میلادی اواید دولت از این مدرک به 2 میلیارد فرانک می رسید. ولی مصارف شفاخانه های تداوی معتادین مواد الکلی و حمایت و زندان های معتادین الکل به 3 میلیارد فرانک می رسید. این یک نمونه بسیار خوب از احصایه می باشد که برای من شما پاسخ و بیان می کند. بنابراین گفته می دانیم که عوامل سیگان محرک های شخصی، سنن فرهنگی، آداب، رسوم و اوضاع و احوال اجتماعی، هر یک از اینها باورهای نادرست، عقاید نادرست، خرافات و همه از اینها مسبب می گردد تا افراد مرتکب گردند، معتاد به مواد الکلی گردند. همچنان مثلان گرامی یه سلسله باورهای نادرست و اوهامات نادرستی وجود دارد. قسمی که میخوام یک مقایسه را در این راستا براتون بیان کنم. مثلا امروزه در جامعه بشری امروزی اعتقاد به این دارن که وسایل و یا چیز به اسم موسیقی اونا تحت عنوان غذای روح تعریف میکنن و سبب آرامی وجود انسان ها تعریف میکنن، در حالی که در عمل ثابت گردیده است که نه تنها غذای روح به نام غذای روح چیزی وجود ندارد، بلکه مسبب بیشتر خواهد گردید در نابودی انسان ها و در نابودی جامعه بشری و خانواده ها. من در این راستا برای شما پیشنهاد میکنم که به مجموعه مستندهای اسلامی مؤمن الرشید مراجعه کنید. در یوتیوب هم وجود دارد، به زبان فارسی برگردان شده و زبان انگلیسی هم وجود دارد. شما تا توانسته باشید این بحث را بدانید. این بحث در مورد مشروبات الکلی هم مؤسسان گرامی وجود دارد که ایشان اعتقاد بحثشان این است که با این استعمال این مواد اونا خواهند توانست از این آلام در کالام را دوری اختیار بکنند، در حالی که در عمل چنین بحث های ممکن نیست و مسبب می گردد تا یک سلسله مشکلات گسترده در جامعه بشری ایجاد گردد. بنابراین گفته می تانیم که در مورد معتادین مشروبات الکلی از دید علم جرم شناسی مورد ارزیابی های مختلف قرار گرفته است. جرم شناسی و علم جرم شناسی باورها و عقاید نهفته در علم جرم شناسی اعتیاد به مشروبات الکلی را نهایت امر خطرناک دانسته و آن را عوامل من حیث عامل جرمزا تعریف نموده است. اما مسئله به مراتب مهمتر این است که در بعضی از کشورهای اسلامی تولید، استعمال و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی منع بوده، اما در این صورت به صورت مخفیانه به فروش می رسند که به مراتب خطرناکتر بودن، چرا موجب مرگ تعداد بیشتری از شهروندان در جامعه می گردد. از آن جمله همچنان گفته می دانیم امروزه در کشورهای اسلامی استعمال مخدرات و استعمال مشروبات الکلی به نحوی از آنها تا وجود به یک فرهنگ مبدل شده و برای گروه های افراد با آسانی می توانند آنها را دست بیابند. علل خصوص تهدید بزرگ این راستا متوجه جامعه افغانی می باشند. اکثریت جوانان در جامعه افغان، در جامعه من شما امروزه، معتاد و مواد مخدر صنعتی و طبیعی و مواد مخدر داروگردان یا روانگردان می باشند که به مراتب خطرناکتر از هر بحث تحت عنوان جنگ و خشکسالی و قحطی و تروریسم می باشند. چرا ما در این حالت با یک موج عظیمی است هم مواجه می شیم که در نتیجه آن تعداد زیادی از افراد را، جامعه را ما از دست می دهیم. بنابراین مسئلان گرامی در این راستا گفته می دانیم که بحث اعتیاد به الکل و استعمال آن امروزه در میان جوانان افغانستان خیلی ها به صورت خیلی شدید و گسترده آن رواج یافته و
اکثریت جوانان از آن متاثر می باشد و استعمال آن را به نحوی از آنها مایه افتخار می پندارند. همه از اینها مسبب نبود باورهای اسلامی و اخلاق اسلامی درست و تربیت درست و نظارت درست والدین می باشد که همه از اینها مسبب گردید است تا در نتیجه آن افراد رو بیارن و استعمال این همه موارد. علاوه از این موارد گفته می تانیم که نوارهای تلویزیونی، بحث‌های برنامه‌های تلویزیونی و همچنان گفته می تانیم که نبود نظارت مناسب از جانب دولت در مورد باورها و ارزش‌های اسلامی، همه از این موارد سبب می شود تا به صورت اساسی تحرید علی جامعه ایجاد شود. بنان اعتیاد و الکل در علم جرمشناسی مورد توجه و دقت عمیق قرار داشته است. زیرا اعتیاد و الکل نه تنها از لحاظ بدنی روانی و اجتماعی خطرات را ایجاد می کند، بلکه اثرات وخیم را در نسل های بعدی آشکار می سازد. اطفالی که والدین آنها مصاب و مواد مخدر و علل خصوص مشروبات الکلی بوده باشند، اکثرا علیل، دارای سوی شکل و همچنان با اختلالات روانی این متولد می گردد. گذشته از اثرات ارثی که از والدین معتاد به مواد الکلی و فرزندان انتقال می کنند، فضای پر رونق خانواده را مقدر ساخته و خانواده را به طرف اعمال منافی فت و اخلاق همچنان پرخاشگری ترویج می دهد و یا اونها را دعوت می نماید. و گفته می دانیم که همه این عوامل تاثیرات نهایت سو و ناگوار را در رشد شخصیت کودک ایجاد می نماید. بنابراین در این مرحله طبق تحقیقات صورت گرفتن یه سلسله عوامل خطرناک اتفاق می افتد، چنانچه در مرحله حالت نشه یا بیخبری میل به ارتکاب جرائم خیلی ها بیشتر می گردد. علل خصوص حد که حرمت با محارم صورت خواهد گرفت و این جهت است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مشروبات الکلی را ام الخبائث و در رأس خبائث تعریفش نموده است و همه را دعوت می نماید از اینها دوری اختیار نماید. چنانچه تحقیقات صورت گرفته در توسط کنبرگ دانشمند سویدنی 65% جرایم حد که حرمت افراد توسط افراد صورت می گیرد که معتاد به مواد الکلی بوده باشند و یا مواد الکلی را استعمال نموده باشند و یا همچنان در حالت نشه قرار داشته باشند. همه از این موارد واصلان گرامی مسبب می شود تا یک سلسله عوامل خطرناکی در جامعه ایجاد کردند که این عوامل خطرناک و خطرزا مسبب می شود تا جامعه بشری و مدارج از بدبختی های گسترده مواجه گردند. بنابراین محصلان گرامی گفته می دانیم که استعمال مشروبات الکلی حالت خطرناک را در وجود انسان ها تقویت می نماید. با تقویت حالت خطرناک محصلان گرامی در وجود انسان ها به حالت جرمی میل و ارتکاب جرمی بیشتر و بیشتر می گردد. با افزایش ارتکاب اعمال جرمی در وجود انسان ها اینجاست که دیگر محصلان گرامی ما با جامعه مواجه می شیم که در آن میزان ارتکاب جرائم شدت و گسترش بیشتر خود را دارا می باشد. خب محصلان گرامی، من شما می رسیم و پایان قسمت دوم جلسه چهارم درسی. من شما رو این جلسه عوامل را مطالعه کردیم تحت عنوان عوامل نژادی و دانستیم که بحث تحت عنوان نژاد سفید و سیاه کارایی چندان را دارا نمی باشد و این یک اندیشه نهایت مردود زشت می باشد. من شما با هم اختلالات روانی را درک کردیم و دانستیم که قدرت روحی و روانی هر فرد متصور و متشکل از پوش و سواری آن می باشد. هرگاه اندک خساره و صدمه بان ایجاد گردد منجر به آشفتگی ها و اختلال در اعمال می گردد. همچنان ما تاریخچه را مطالعه کردیم.
از نظریات فقرات تا نظریات اسکلپین و محمد ابن زکریای رازی را مطالعه کردیم. همچنان من شما عقاید متخصصان را مطالعه کردیم و دانستیم که باید با افراد مصاب و امراض روانی به صورت درست و صحیح رفتار صورت بگیرد. بعدا من شما با هم مطالعه کردیم که افراد را به دو گروه تقسیم کردیم، افراد درونگرا و بیرونگرا. عقب ماندگی ذهنی را دانستیم و دانستیم نظریات گاتل الفریدنر و همچنان نظریات را مطالعه کردیم که عقب ماندگی های ذهنی را به 5 دسته تقسیم میکنند. علل آن را دانستیم مثلان گرامی که عوامل قبل از تولد، عوامل دوران حمل و یا بارداری میباشند، عوامل حین تولد و بعد از تولد میباشند. عقب ماندگی های ذهنی را مطالعه کردیم و جنون را دانستیم و دانستیم که استعمال مشروبات الکلی نهایت خطرناک بوده و مسبب می‌گردد که جامعه بشری را به ورطه نابودی بکشاند. جامعه بشری را به ورطه نابودی بکشاند. بنابراین باز هم تاکید بیشتر بر ارزش‌ها و باورهای اسلامی داریم. پس همه شما معزلان گرامی احترامانه خواهان هستم که بر ارزش‌های اسلامی، رعایت باورهای اسلامی و فرهنگ ناب اسلامی خود عمل نمایید و افتخار گونه با آن عمل نمایید. چرا امروزه عملا ثابت کردید که اسلام واقعا نعمت بزرگ است. ما هنگام با آن این نعمت و قدر آن را خواهیم دانست که از باورهای آن آگاهی کامل و مناسب داشته باشیم. و آنجا خواهد بود که خواهیم گفت الحمدلله علی نعمت الاسلام. بنا فصلان گرامی، علل خصوص کسانی که فرزندان را دارا می باشند، هم از خواهران و برادران گرامی و خواهران عزیز ما باید دقت و توجه بیشتر با محیط خانواده و تربیت فرزندان داشته باشند. تاکید بیشتر دارم و باز هم بیان میکنم که بهترین فرزند اون فرزند است که مادر نیک مسلمانی داشته باشد و والدین مسلمان با باورهای اسلامی داشته باشد. بدترین فرزند شاید او فرزنده باشد که مادر جاه طلب مادیاتگرا و پدری داشته باشد که هم مغمیان زندگی دنیا بوده باشد. بنان همان فرموده عمر رضی الله عنه را برای شما بیان میکنم که همیشه بیان کنید که بار الها ما را مصروف زندگانی دنیا بیشتر از این نگردان تا اندکی متوجه خود و اعمال خود هم گردید. بنان معسلان گرامی، با امید موفقیت های هرچی بیشترتان در این راستا، امید موضوعات را درک کرده باشین و فهمیده باشین. در صورت بحث هر نوع ابهام و سوال شما میتونید به شماره تماس من که در آغازم برایتان بیان کرده بودم، بار دیگر میگم به شماره تماس من 0777-621-621 تماس گرفتم. انشاءالله که برایتان پاسخ ارائه خواهم نمود و اگرم پاسخ در آن زمان ارائه کرده نتانستم، بعدا انشاءالله تماس خواهم گرفت. با امید موفقیت های هرچی بیشترتان. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.